جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه، در حین انجام کار به دختر علاقه مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر، دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. خدایا، تو تمام عمرم چیزی ازت نخواستم. هر چی دادی شکرت کردم و هرچی هم که ندادی زیر سیبیلی در کردم. گفتی دروغ نگو، نگفتم. گفتی عبادت بکن، خب بفرما، کردم. گفتی آزار به کسی نرسان، که نرساندم. گفتی خدا یکیست، که میگیم بر منکرش لعنت. هرچی گفتی کردم، تا اینجاش بی حساب. تو من آفریدی، منم وظیفه بندگیم انجام دادم. میمونه جانی که بهم دادی، که اونم مال خودته. هر وقت خواستی بفرما بگیرش. شاید ما زیادی هم معصوم نبودیم، اما جزام این نیست که تو داری میدی. ما دلم هوای این دختره بوده. ما شب و روز به فکرش دو بیتی خواندیم. بود تنش که به دماغم خورد، از خود بی خود شدم. هر شب به خوابش دیدم. کار دیشب و پریشب نیست، کار هر شبه. تو خواب نعره زدم، خاطر خواشم. اما ای گناه بزرگیه. خب اگه ای گناه باشه، گردن ما رو بگیر. نه ای طفل معصومم. خدا حرفام شنید؟ منم شنیدم همه شو. جایی نریا، باز ازت درخواست دارم. فیلم شرف به کارگردانی عزیزالله بهادری محصول سال 1354. توی فیلم سلمان که مباشر شهبازیانه، ثروت اربابش رو تصاحب میکنه و بعد از مرگ شهبازیان پسرش امیر رو به انجمن خیریه میسپاره. کارخونه داری به اسم بهادر امیر رو به خونش میبره و سرپرستی اونو بر عهده میگیره. بهادر دختری به نام زری داشته که سالها پیش گم شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آقا من نمیدونم شما کی هستین، ولی هر کی هستین برای من مثل یه فرشته نجات بودین. اگه شما نرسیده بودین معلوم نبود چه بلایی سرم میآوردن. شما واقعا جوون مردی کردین. بذارین دستتون رو ببوسم. خواهش میکنم، خودت تشریف میبریم برسیم. نه من با تاکسی میرم، راحت‌ترم. یعنی نمیخوام مزاحمتون بشم. نه خانم چون چه مزاحمتی، بگی کجا تشریف میبرید. والله تعارف نمیکنم آقا، متشکرم. پیرنتون بد چه کاری؟ شما از پس یه زن نتونستین بریم گفشین. خیلی قیافش مردونه است. ببینیم شما بفرمین چی میخواستین بگیم؟ شما بفرمین خواهش میکنم. من میخواستم بگم که شما نهایت لطفو در حق من کردی. حالا اجازه بدیم به عنوان تشکرالا دست شما رو ببینم. نه خانم خواهش میکنم. ببینم شما درس میکنیم؟ نه خیر، کار میکنم. والا توی شرکت کار میکنم. لابد موشی هستی؟ آره موشی هستم. شما کجا بندی؟ مگه پیدا؟ همینطوری حد زدم. با چه خوشگل حد زدی. شما حتما فامیلا منجم باشی هستین. خواهش میکنم خانم، چوب کاری میکنی. خب بسیدیم تایی جوردم من سنی کجا هست؟ اونهاش خیلی ممنون. خواهش میکنم. شما واقعا لطف کرد، من حسابی شرمنده شدم. بذارین به عنوان تشکرالات دستتون رو ببوسم. خواهش میکنم، شرمنده خانم جوش. پس بذارین اقلن به عنوان تشکر جات یه مچ کوچولی اینجاتون بکنم. قربون شما، مرسی. خدا راد که به رابطه ی خواهرش با مردی بدبین شده، هر دو رو توی آتیش میسوزونه و به کلبه توی جنگل فرار میکنه. صاحب کلبه متوجه گذشته ی راد میشه و به کمک اهالی آبادی راد رو از پا در میاره. بخشای از فیلم خورشید در مرداب رو با هم تماشا میکنیم. چی شد؟ اونو گرفتیش؟
نه نتونستم، گمش کردم. خب پس نتونستی بگیریش؟ باید میگرفتمش؟ نمیدونم، همیشه از این آدم ها تو جنگل زیادم. فقط بابام یکم متعصبه، اگه اون مردم میدید حتما میکشتش. چرا باید میکشتش؟ آخه تو که بابامو نمیشناسی. اگه فکر کنه کسی میخواد به من و سمند آزار برسونه دیوونه میشه. براش دوست و دشمن فرق نمیکنه، خون به پا میکنه. نه نکنه دلت براش میسوزه؟ من دلم واسه کسی نمیسوزه، فقط میخوام آروم باشیم، آروم زندگی کنیم. دیگه خسته شدم، بس که جنگو گریز داشتیم. میدونی آدم ها بد نیستن، فقط این جنگلی که نمیذاره کسی آروم باشه، آروم زندگی کنه. آره میدونی. حالا بگو چی کارش کردی؟ گفتم که ندیدمش، گمش کردم. ای سمند، من اومدم. بیا بیرون از کمزن. منتظرم نبودی؟ آره الان اسبمو میبنده و میام پیشت. اونم چه اومدنی، با شراب میام. به اون پسره بگو بعد امشب جشن بگیریم. خب، مسئله معروف که میگن نخود نخود، هر کی رود خانه خود. فیلم کافر به کارگردانی فریدون گله و با بازی سعید راد محصول سال 1351. مهدی با بازی سعید راد بعد از 6 ماه حبس سراغ دوستاش میره تا در برابر دار و دسته حسن طلا که مسبب دستگیریش بودن قرار بگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بچه که همه جام سر کریم خال بازم همین حرف بازدی افتی ناسلامتی تو بچه خاکی نباز ببینی کف پسترم و بد بیرامی که ما بچه خاک شدیم گفتن همچی کریم خال بازه زدم که هفت ملکم واسش میبردم. بعدش چی شد؟ ما با هم خاکخونه شدیم و تو دم مرز کنه واسش گاب کشتی. آره راست گفتم، تو عوض شدی. رز سمسار خوب لقبی بد داده، کافه. تا هر حرفی رو دوست نداشته باشی بهش دفعی کفره و هر کی هم اونو بزنه کافره. با هنوز با هم کار داریم، میرسیم به روزش. بشمار تا روزش. تو دیگه خونت حلاله، فقط مونده که روزش خودم خونتو میریزم. تو خونت کجا بود که خون بریزی حسن طلا؟ تو چی میخوای؟ نمیدونم، اما بسط میگم چی نمیخوام. من نمیخوام جون بکنم و فس فس برم زندون. اون وقت تو حس خونت بشینی چل چل حد وسط بخونن و دود نشات هوا کنی. تو حس خونه من دوست نهاری. خراب شم. سلامت در بسید، سلامت در بسید. آره این کارو بکن حسن طلا، سلامت بفرست. بس بشکنم این توبه رو. عسکر آقا حلی ما بهتری میگی نه؟ از خود حسن طلا بپرس. کنف میشی، گم میکنی، بری سنگین تری. کسی تکون نخوره، هر کاری یه جایی داره و یه روزی. حالا نه، دنبال من را بیفتی. بیای باشه تا روزش میتی کافه. کس کس مگه دینا حسن طلا گفت به شما حرف نده دینا. Thank you.
داستان فیلم آقای لور به شهر می رود که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که قلی و خواهرش بتول که توی روستا زندگی می کنن قصد دارن به شهر برن تا بتول زن یه مرد شهری بشه. بتول از دست آزار نامزد و خانواده نامزدش به تهران فرار می کنه و آواره می شه. قلی هم که به خاطر درگیری به زندان رفته بوده بعد از آزادی به کمک دختر و پسر جوونی خواهرش رو پیدا می کنه. بخشایی از فیلم آقای لور به شهر می رود رو با هم تماشا می کنیم. اون خاک خوبه خوار، ما نبریم. خیال تو تو خاک دوون میاری؟ او خاک تو نیست، تو گیاه این خاکی. ریشه تو به آب اینجا زنده است. حالا اگه کمی شوره ما به همان عادت کردیم. اگه ریشه ما را از این خاک در بیارن تو گلدان تلام بذارن میمیرم میپوسم. بذار بمیرم، من تو گلدان طلا بمیرم بهتره تا تو این لجنزار زندگی کنم. جای ما تو شهر، زندگی شهری رو من دوست دارم. میخوام خانوم باشم، ماشین داشته باشم، لباسای قشنگ بپوشم. میخوام من اون دختر شایسته بشم. شوهرمو میخوام شهری باشم. من نمیخوام تا آخر عمرم دیاتی باشم. پس اگه قرار باشه همه دیاتی ها برن تو شهر، تکلیف دهات چی میشه؟ تکلیف زندگی آدم ها که به دیات بستگی دارن چی میشه؟ کی گندم بکاره؟ ها؟ کی سبزی بکاره؟ کی آزوغه تکیه های شهری تو شهر؟ جای دیاتی تو دیات؟ خونه تو اینجا زن؟ مرد تو هم باید از همین خاک باشه. پس همین امروز قبرمون بکن، چون که من تو خونه اون شوهر نمیرم. برا